با سلام به شما بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید، امیدوارم خوب و سلامت باشید. سیما بهاری هستم با همکارم آراد علیزاده، برنامه گفتگو رو تقدیمتون میکنیم. سال 1381 یعنی 13 تیر ماه این سال برابر با 4 جولای 2002 قلب سرشار از عشق منصور حکمت، قلبی که برای انسانیت و رؤیای برپایی یک جامعه برابر رو در خودش میپروروند، بر اثر سرطان از تپش باز ایستاد. منصور حکمت تئوریسین بزرگ مارکسیست، متفکر مارکسیست، انقلابی بزرگ و فردی بود که تمام طول زندگیش، یعنی از انقلاب 57 به بعد که وارد سیاست شد، تلاش کرد برای برپایی یک جامعه برابر. امروز انقلاب زن، زندگی، آزادی در حال جریان هست. انقلابی که زنانه هست و این که انقلاب آتی به احتمال زیاد انقلاب زنانه خواهد بود، منصور حکمت در یکی از سخنرانی‌هاش در 21 سال پیش این رو ابراز کرد. امروز در برنامه گفتگو همراه هستیم با حمید تقوایی که از همراهان منصور حکمت بوده، از نزدیکان منصور حکمت بوده و قدم‌هایی در سیاست رو با هم برداشتند در رابطه با منصور حکمت، تأثیرش در انقلاب زن، زندگی، آزادی و متد نگاهش به مسائل سیاسی در صحنه سیاسی ایران رو مورد صحبت قرار میدیم. سلام میکنم به شما حمید تقوایی، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگو. متشکرم، با سلام به شما و به بینندگان عزیز این برنامه. خب در مورد منصور حکمت میخوایم صحبت بکنیم. انقلاب زن، زندگی، آزادی، میخوایم ببینیم که چه جای پایی از منصور حکمت رو در اون میتونیم ببینیم. شما میتونید بفرمایید کدوم نشونه ها؟ به نظر من انقلاب زن، زندگی، آزادی رو میشه معمارش رو منصور حکمت دونست. جایگاه منصور حکمت خب در جنبش کمونیستی، در جنبش کارگری که شاید به اینم بپردازیم، این یک نکته است. ولی به عنوان پرچمدار، به عنوان چهره، به عنوان بشارت دهنده، نوید دهنده انقلاب، این جنبه به نظر من به همون اندازه مهمه. و در این عرصه الان که انقلاب زن، زندگی، آزادی شکل گرفته، ما نه تنها رد پا و تأثیرات منصور حکمت رو اینجا اونجا میبینید، نفس شکل‌گیری این انقلاب به نظر اون آینده ایست که منصور حکمت در نظر داشت و در برابر جامعه تصویر میکرد. شما همین الان اشاره کردید که منصور حکمت 21 سال قبل گفت احتمال زیاد انقلاب آتی ایران زنانه خواهد بود و امروز همه دنیا داره میگه انقلاب زنانه، میگه اولین انقلاب زنانه در تاریخ. این رو منصور حکمت با دید عمیقی که داشت، با تحلیل درستی که داشت، 2 دهه قبل اعلام کرد و میبینیم امروز متحقق شده. ولی مسئله فقط این نیست. منصور حکمت جنبش انقلابی، جنبش سرنگونی برای جمهوری اسلامی و تنها راه نجات جامعه میدونست. و از همون تیر 78 وقتی اون خیزش تیر ماه شروع شد، منصور حکمت در نوشته اعلام کرد که جنبش توده‌ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی آغاز شده است. و این جنبش تا امروز نقطه اوجای متعددی داشتی که متاسفانه منصور حکمت دیگه زنده نموند که شاهد اونها باشه. در 88 10 سال بعد دیدیم این جنبش سر بلند کرد، در 96 همینطور، در 97 همینطور، در 98 همینطور و امروز انقلاب زن، زندگی، آزادی که همچنان جریان داره و بیش از 8 ماه از عمرش میگذره. اینها همه نشون داد که اون استراتژی، اون خط، اون افقی که منصور حکمت در برابر جامعه میگذاشت به عنوان یک جنبش سرنگونی توده‌ای برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی، این امروز نقطه اوجای زیادی داشته و یک واقعیت جاری هست. علاوه بر اون، امروز فرض کنید مردم دارن اعلام میکنن ما همه با هم هستیم علیه مثلا اعدام. منصور حکمت یک بحثش این بود که انقلابی که در ایران شکل میگیره انقلابی خواهد بود با خصلت توده‌ای، اقشار وسیع جامعه در این شرکت خواهند کرد و این اقشار، این توده وسیع، تنها میتونه تحت یک پرچم، تحت پرچم انقلابی طبقه کارگر برای رفع ظلم، رفع تبعیض، رفع سرکوب بلند شو به پیروزی برسه. به یک معنا ما اینو امروز میبینیم، انقلابی که حول شعار زن، زندگی، آزادی آغاز شده و مردم دارن
شعار میدن کرد بلوچ آذری آزادی و برابری، در واقع اون خطیه که مسعود اکبر تئوریسینش بود، بشارت دهندش بود، نوید دهندش بود و در تمام عمر سیاسیش برای تحققش کوشید و حزبی رو پای گذاشت، حزب کنسکاگری که این پرچم رو تا امروز بلند کرده. اون اعلام نظر مسعود اکبر در مورد این انقلاب زنانه در حزب ها تبدیل شد به یک نهاد انقلاب زنانه که فعالانه تا امروز کار میکنه و سهم زیادی داشته در شکل دهی و تدارک سیاسی اجتماعی این انقلاب. نکات بسیاری هست علیه اعدام، فرض کنید جنبش علیه اعدام، مسعود اکبر اعلام کرد که اعدام قتل عمد دولتی است و بر این مبنا فعالیت گسترده و پیگیری در حزب ما شروع شد علیه اعدام، زمانی که بسیار نیروهای اپوزیسیون حتی علیه اعدام نبودن، اعدام مثلا فرض کنید نیروهای ضد انقلابی و مجاز میدونستن. امروز میبینیم جامعه اعلام میکنه که اعدام برای هر جرمی باید ممنوع شه، باید لغو بشه. خب این همون گفته منصور حکمت که اعدام به عنوان یک مجازات ضد انسانی قتل عمد دولتیه و باید ممنوع بشه، باید ملغا بشه. یا فرض کنید بحث آزادی های بی قید و شرط که منصور حکمت برایش پافشاری میکرد، باز کرد، روشن کرد، اعلام کرد، اون هم امروز میبینید در بیانیه مثلا 20 تشکل جای مهم میگرفته. آزادی بی قید و شرطیش نیروی سیاسی این رو اعلام نکرده بود و امروز هم حتی تا همین امروز هم قید و شرط هایی مثل دوکهای مذهبی یا ملی میهنی و غیره رو به عنوان محدودیت های آزادی ها مطرح میکنه و منشور حکمت پرچمدار آزادی های بی قید و شرط بود. یا مبارزه فرض کنید زنان، علاوه بر اینکه منشور حکمت اعلام کرد انقلاباتی زنان خواهد بود، عمیق ترین انتقادات رو به آپارتاید جنسیتی، به حجاب، به نقش مذهب مخرب و ضد انسانی مذهب در بیهوقی زنان منشور حکمت مطرح کرد و پرچمش رو بلند کرد. همچنین علیه جنبش اسلامی سیاسی نه تنها در ایران، در منطقه و در جهان ایستاد و این جنبش رو ماهیت ضد انسانی و کریه جنبش اسلامی سیاسی رو به دنیا معرفی کرد. منشور حکمت بود که اعلام کرد که یک جنبش ضد مذهبی در ایران زیر پوست جامعه جریان داره و امروز میبینیم اون جنبش سر بلند کرده و خودش نشون میده. در حال اینها کم نیست. در جنبش کارگری، در جنبش کمونیستی مسئول کرد چه کرد؟ این هم یک جنبه مفصل ادامه میدیم. بله حتما بهش میپردازیم. ادامه بس بهش بپردازیم. بله بله. اما در رابطه با متدی که برخورد میکرد به جنبش های اجتماعی، شما به مواردی اشاره کردید، صحبت کردید در موردش، ولی به طور کلی من میخوام ببینم که منصور حکمت نگاهش به جنبش های اجتماعی چجوری بود. ما دیدیم که خیلی وقتا هست که جریانات چپ راجب جنبش که دارن حرف میزنن فقط طبقه کارگر رو در نظر میگیرن. جنبش های اجتماعی مثل نکاتی که شما بهش اشاره کردید، مسئله حجاب، مسئله اعدام، غیره و غیره، انگار اینا جنبش هایی هستن که حاشیه هستن. میخوام ببینیم که منصور حکمت چجوری نگاه میکرد به این جنبش ها. ببینید در دو ساعت منصور حکمت به نظر مقوله پایه جنبش ها رو مطرح کرد و نه فقط از نظر نظری و تئوریک بلکه از نظر عملی و از نظر بساط چه باید کرد جوابای مشخصی داد که همچنان پرچم راهنمای حزب ماست. در یک ساعت جنبش های اعتراضی و منصور حکمت معرفی کرد و گفت این جنبش ها حول تبعیضات، حول بیحقوقی ها، حول مسائل واقعی مردم، مسائل برحق مردم شکل می گیرن و از این طریق این جنبش ها است که باید دخالت کرد، باید فعالانه درش شرکت کرد و اونها رو تقویت کرد، منسجم کرد، رادیکالیزه کرد، سازمان داد و به پیروزی رسوند. جنبش های زیادی در ایران در جریان، جنبش رهای زن داریم، جنبش ضد مذهبی داریم، جنبش الان عدالت خواهی و جنبش دادخواهی رو داریم، جنبش جوانان هست، جنبش فرض کنید معلمان، جنبش کارگری که در سطح گسترده‌ای در دو دهه اخیر به خصوص با اعتصابات گسترده، با اعتراضات گسترده در واقع در صف مقدم مبارزات بوده. اینها جنبش هایی هستند که منصور حکمت اینها رو به رسمیت میشناخت و اینها رو تحلیل میکرد، ارزیابی میکرد، معرفی میکرد محدودیت ها و ضعف هاشون رو تلاش میکرد که رفع کنه و اونها رو هرچه مستجم تر رو متشکل کنه. از نظر متد شما اشاره کردید، متد منصور حکمت دخالتگری فعال در هر جنبشی بود که حق خواهانه است، که
ضد تبعیضه که انسانیه. و به همین خاطر حزب کمونیست کارگری، حزبی که منصور اکبر بنیاد گذاشت و رهبرش بود، در عرصه‌های مختلفی نهادها، کمپین‌ها، کارزارها چهره‌های زیادی رو به جلو روند در دل این جنبش ها. از حقوق کودک بگیرید، کودکان مقدمن که منصور اکبر معرفی کرد و گفت کودکان مقدمن، گفت کودکان اول، و پلتفرمش رو نوشت و سازمانش داد، تا دفاع از حقوق پناهندگی مثل فدراسیون پناهندگی که الان فعاله، تا کمیته علیه اعدام، علیه سنگسار که در ادامه این فعالیت ها شکل گرفت. و امروز حزب ما در عرصه‌های مختلفی درگیره، هر جا این جنبش های اعتراضی هستند حزب ما هم فعالانه حضور داره، اونا رو سازمان میده، پلتفرم بهشون میده، پرچم میده، زبان و سخنگوشون هست. اینها همه نتیجه اون متد منصور اکبر بود در نگاهش به جنبش های اعتراضی که هر جنبش برحق یا ما باید در اشتخالت کنیم، فعالانه تقویتش کنیم، به پیشش بریم، سازمانش بدیم و به پیروزی برسیم. در یک سطح دیگه منصور اکبر به جنبش های طبقاتی اشاره کرد و گفت احزاب مستقیما به جامعه مربوط نیستن، بلکه در دل جنبش های مشخصی به جامعه مربوط میشن، و مشخصا سه جنبش رو معرفی کرد که تا امروز هم ما داریم میبینیم فعالیتاشون. یک جنبش ناسیونالیسم ایرانی هست، جنبش ناسیونالیسم به اصطلاح پرو دولت های غربی باید بگم، که سلطنت طلب ها و جمهوری ها خواهان و غیره بخشی از اون هستن، و یک جنبش اسلام سیاسی که حکومت از این جنبش هست و ما داریم میبینیم چه در سطح ایران فقط نه، در سطح جهان چه بساطی به پا کرده و چه جنایت هایی میکنه، و بالاخره جنبش کمونیست کارگری که منصور اکبر به صورت تئوریسین و رهبر و سازمانده دهنده اون بود. این سطح هم جنبش های طبقاتی رو داریم، و فعل و انفعالات جامعه از طریق دخالتگری یا موضع‌گیری یا فعالیت این جنبش های طبقاتی که به احزاب، تقسیم احزاب زیادی حول جنبش راست هستن، جنبش ناسیونالیسم غربی هستن، جنبش ملی مذهبی هم احزاب خودشو داره، و جنبش کمونیست کارگری هم همینطور. این احزاب با دخالتگری در جنبش های اجتماعی که اونها رو معرفی کردم در واقع سعی میکنن تاثیر بگذارن در جامعه و نقش خودشون ایفا کنن. در حال در تمام از هر دو جنبه به نظر منصور اکبر یک گام بزرگی به پیش برد، جنبش کارگری و جنبش کمونیستی رو معرفی کرد به جامعه و به فعالین که این جنبش‌های اجتماعی کجا قرار گرفتن، اهمیت هر کدوم چی هست، رابطه اینها با هم چی هست، و راه نجات جامعه، رهایی جامعه در این میان چطور تسهیل میشه و چه مسیری رو باید پیمود. اینها الان جزء به اصطلاح سرمایه های سیاسی نظری توریک حزب ماست که بر این مبنا ما در این 21 سالی که منصور اکبر از دست دادیم در عرصه‌های مختلف پیش رفتیم، و چراغ راهنمامون همین تئوری ها و همین نظرات بود. بله، حتما فکر میکنم لازم هست که در برنامه های مختلفی مثلا به هر جنبه ای که الان شما بهش اشاره کردید به صورت مجزا بهش پرداخته بشه و فرصت باشه که در مورد مثلا نگاهش به جنبش ناسیونالیستی بیشتر صحبت بکنیم، راجع به اسلام سیاسی و غیر نکاتی که شما گفتید. اما اجازه بدید توی این بخش از صحبتمون بیشتر متمرکز بشیم به نگاه منصور حکمت به جنبش کارگری، ببینیم که این جنبش رو چجوری ارزیابی میکرد و نگاهش چی بود، چی میگفت. خب ببینید، تمام فلسفه سیاسی و نظری منصور اکبر دیدگاهش عمیقا این بود که کارگران، طبقه کارگر میتونه رها کننده نه تنها خودش بلکه کل جامعه بشری باشه از شر این همه تبعیضات و نابرابری و بیحقوقی هایی که نه فقط در ایران بلکه در جهان بیداد میکنه. خب تا اونجایی که به ایران مربوط میشه، بالاخره منصور اکبر حزب کنسکاگری ایران رو تشکیل داد و امرش سرنگونی جمهوری اسلامی بود، انقلاب علیه جمهوری اسلامی بود. در این انقلاب هم منصور اکبر بحثش این بود که طبقه کارگر هم اکثریت جامعه رو، اون چیزی که بعدا جنبش اشغال بهش گفت 99% ها، که منصور اکبر دیگه در قید حیات نبود، متاسفانه دیگه حضور نداشت که ببینه این رو، ولی منصور اکبر تئوری شده داشت که این 99% ها در واقع همراهان بالقوه طبقه کارگر، و طبقه کارگر میتونه جامعه بشری رو از شر تبعیضات طبقاتی خلاص کنه و
به شرطی که به توری، به نظریات، به سیاست‌های انقلابی طبقه خودش، یعنی سوسیالیسم، مارکسیسم که مارکس، سوسیالیسم که مارکس برشمدارش بود، به اون متکی بشه، اون رو راهنمای خودش قرار بده. تلاش من سوکبت این بود که چنین حزبی بسازه، مارکسیسم که در کمونیسم کارگری خودشون نشون میداد. بحث من سوکبت این بود در نهایت که همونطور گفتم وقتی از دخالت در جنبش های مختلف علیه تبعیض صحبت میکرد، بحثش این بود که این جنبش ها رو باید تحت رهبری طبقه کارگر به پیش برد، فقط تنها اینطوری میتونن پیروز بشن. در مقدمه دنیا، برنامه یک دنیای بهتر که یکی از دستاوردهای منصور اکبر هست، این برنامه رو نوشته، برنامه حزب ماست، اون اعلام میکنه که الان خب تبعیضات، نابرابری ها، بیحقوقی ها، فقر، فلاکت گسترده ای در ابعاد مختلف وجود داره و ریشه همه اینها نظام سرمایه‌داری هست. و ممکنه مثلا مسئله زن الان به قدمت تاریخ باشه، بیحقوقی زن، ولی امروز اگر مسئله زن هست، این دیگه ریشه سرمایه‌داری هست. یا مذهب، چیزی مثل اسلام سیاسی، دیگه ریشهش قدرت های قرون وسطایی و نمیدونم خاندان صفوی و قاجار نیست، بلکه سرمایه‌داری قرن 20 و 21 هست که مذهب رو نیاز داره و اینطور بر جامعه تحمیل کرده، مثل جمهوری اسلامی یا کشورهای اسلام زده دیگر. اینها همه نشون دهنده این هست از نقطه نظر من سوکبت که طبقه کارگر میتونه پرچم رهایی از بیحقوقی زن، رهایی از سلطه مذهب، رهایی از همه تبعیضات رو در دست داشته باشه و به عنوان رهبر کل توده مردم، توده مردم تحت ستم، تحت تبعیض، تحت فقر، تحت بیحقوقی، به عنوان رهبر اونها باید در میدون ظاهر بشه و جامعه رو آزاد کنه. و محور این کار گرفتن قدرت سیاسیه. منظور اینکه نظرش این بود که با قدرت این توده مردم محروم میشه انقلاب و سازمان داد، قدرت سیاسی از دست طبقه حاکم در آورد و به خود مردم سپرد، حکومت شورایی. یک بحث مهم دیگه منظور اینکه که در این فرصت کوتاه فرصت نیست بازش کنیم، اهمیت شوراها. شوراها هم به عنوان ارگان مبارزه و هم به عنوان ارکان حکومت آتی بود. منظور اینکه طرفدار بسیار پیگیر شوراها، جنبش شورایی بود، اون رو تئوریزه کرد، اون رو مبنای عمل قرار داد در جنبش کارگری و غیره. همه اینها به نظر من نشون دهنده جایگاه تعیین کننده طبقه کارگر در جامعه، برای رهایی جامعه و برای رسیدن به یک جامعه انسانی، آزاد و برابر هست. بله، فرصتمون داره به سرعت کم میشه. یک دونه سوال دیگه دارم که باز هم برمیگرده به همون متد منصور حکمت. به یکی از دوستانی که دعوتش میکردم، دوست جوانی که تازه به اصطلاح با سیاست و امورات سیاسی و غیر آشنا شده، دعوتش میکردم که به حزب بپیونده. سخنرانی منصور حکمت تحت عنوان این حزب شماست رو بهش معرفی کردم که گوش کنه. بعد از 2-3 روز تماس گرفت و گفتش که خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، خیلی برام جالبه. مثالایی که میزنه منصور حکمت انقدر به قلب انسان نزدیکه که احساس میکنی که انگار تفکر همه آدم ها رو داره میخونه و متدش توی برخورد به پدیده ها بسیار جالب بود براش. یه مقدار بیشتر راجع به همین صحبت بکنیم، متدی که در رابطه با پدیده ها انتخاب میکرد و به قول این دوستمون به قلب آدم ها نزدیک میشد، چجوری نگاه میکرد به این پدیده های مختلف؟ ببینید، در محور متد منصور حکمت انسان دوستی عمیقی قرار گرفت. انسان دوستی نه به عنوان فقط به عنوان طرفداری از آزادی و رهایی و رفاه انسان ها، بلکه اعتقاد به انسان ها که به قدرت خودشون میتونن بلند بشن و این دنیای وارونه رو عوض کنن، یک جهان انسانی رو پایگذاری کنن، یک جهان برابر و آزاد رو پایگذاری کنن. و از هر دو جنبه انسان جایگاه اساسی داره در تفکر منصور حکمت. اون بود که اعلام کرد اساس سوسیالیسم انسان است. گفت سوسیالیسم جنبشی برای بازگرداندن اختیار به انسان است و خودش بر این مبنا عمل کرد، بر این مبنا حساب، بر این مبنا فعالیت میکرد. قلب منصور حکمت برای انسان ها میتوید و در همین سخنرانی این حزب شماست که ما تحت عنوان این حزب شماست، 2-3 سخنرانی که منصور حکمت اون دوره در سوئد داشت و منتشر کردیم، این اولین سخنرانی منصور حکمت بود، ولی در این سخنرانی ها کاملا این رو میبینید که چطور خواستای انسانی، چطور آمال و آرزوهای تاریخی انسان ها برای رسیدن به برابری، برای رسیدن به آزادی، برای رسیدن
به یک جامعه که همه از نمات زندگی برخوردار باشن، طبقاتی در کار نباشه، تبعیضی در کار نباشه، چطور این ایده محور تفکر و اون کمونیسم کارگری که من شکرت در این سخنرانی ها تصویر میکنه و به همین دلیل به دل انسان ها راه پیدا میکنه و به قلب ها میشینه. به اصطلاح به همین دلیل هم که گفتید این دوستی که با شما تماس گرفته بسیار گفته بسیار تحت تاثیر قرار گرفتن، چون مسئولیت اهل به اصطلاح اصطلاحات پیچیده و فلسفی و غیره در صحبت با مردم نبود، گرچه خودش عمیق‌ترین تئوری ها و بحث ها رو داشت در همه عرصه‌های تئوریک، ولی میدونست وقتی رو به جامعه با مردم داره صحبت میکنه باید اون قلب کمونیسم، خودش در اون سخنرانی میگه من راجب مغز کمونیسم فعلا صحبت نمیکنم، راجب قلب کمونیسم صحبت میکنم، و این در این قلب کمونیسم انسان دوستی عمیقی هست که من فکر میگه پوست هر انسان شریف یا منصف یا اگر باشکوزی پیشو بکشید شما یک بلشویک دو آتشه در اون میابید. هر انسانی خواهان این هست که با بقیه برابر باشه. نو دوستی میگه باید فرض گرفته بشه، انسان دوستی باید فرض انسان رو گرفته بشه، و این انسان دوستی رو زیر هویت های تصنعی ساختگی ملی قومی مذهبی و غیره مدفون کردن، باید این پوسته ها رو کنار زد و به قلب انسان ها ارتباط گرفت، و این محور سیاست منصور حکمته. به قول خودش این قلب کمونیسم منصور حکمته، و در این سخنرانی ها به خصوص منصور حکمت با قلبش سخن میگه، در حالی که در تئوری هاش هم این رو میبینید در عمیق‌ترین بحث های اقتصادیش، در نقد مثلا سرمایه‌داری جهانی، در نقد جنگ تروریست ها که بعد از قضیه 11 سپتامبر پیش اومد، در نقد اسلام سیاسی، در نقد سیاست ریاضت کشی اقتصادی، همین جا هم میبینید که چطور عمیقا باز این انسان دوستی در واقع پایه این بحث هست. در هر حال کمونیسم منصور حکمت یک کمونیسم انسانیه که میتونه با هر انسان به قول خود شریف و منصفی ارتباط برقرار کنه و اونها رو فرا میخونه به جنبشی برای رهایی انسان، جنبش کمونیسم کارگری. و من هم الان فراخوانم همینه که به حزب منصور حکمت بپیوندید. این حزب هست که واقعا پرچم رهایی انسان رو در دست داره و در تمام فعالیت‌هاش خط و سیاست و افقی که در پیش میگذاره رهایی همه انسان‌های شریف و آزادی هست که خواهان یک دنیای بهتر هستن. خیلی متشکرم از شما. خب وقت ما تموم شد، حتما سعی میکنیم که در برنامه‌های دیگه جنبه های دیگری رو از شخصیت منصور حکمت، از تأثیر گذاری منصور حکمت مورد صحبت و بررسی قرار بدیم. متشکرم از شما. تشکر میکنم. بینندگان گرامی، صحبت های حمید تقوایی لیدر حزب کمونیست کارگری رو میشنیدید درباره تأثیر گذاری منصور حکمت و جای پای منصور حکمت در انقلاب زن، زندگی، آزادی. امیدوارم بحث ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. من سیما بهاری همراه با همکارم آراد علیزاده برای شما ساعت و لحظه‌های خوبی آرزو مندیم. شاد و پیروز باشید.